مورد بعدی که به عنوان بررسی محتوای کتب آموزشی باید بهش اشاره بکنیم، این تا اینجا چیزایی بود که وجود داشت. حالا من میخوام یکی دو مورد رو بگم که اصلا وجود نداره. یکیش آموزش مسائل جنسی است. این دو تا مشکل داره این مسئله از نظر من. دلیل اصلیش آن چیزی که به فقه شیعه و حکومت اسلامی برمیگرده این است که آقا جان ارتباط دختر و پسر تا قبل از ازدواج ممنوعه و وقتی چیزی در اسلام نهی شده چرا ما باید آموزشش بدیم؟ به موقعش که رسید یاد میگیره. این میشه اون پایه مربوط به اینکه ما آموزش جنسی در ایران، یعنی امور جنسی رو نداریم. اینکه در حد کتاب زیست شناسی مثلا سوم راهنمایی یا دوم دبیرستان حالا یه چیزی درباره مثلا نحوه لقا و اینا دیگه ارگان‌های بدن، اعضای بدنه. ما داریم درباره حقوق صحبت میکنیم. پایه دومی هم که وجود داره و به نظر من ربطی به رژیم نداره اما ربط به اسلام داره، بحث فرهنگ ماست. به هر ترتیب این فرهنگ حالا کهن میگن 2500 ساله و من میگم بیشتر، چون از قبلش هم باز در فلات ایران آدم ها زندگی میکردن. این فرهنگ ترکیبی از امتزاج فرهنگی با کشورهای دیگه، آداب و رسوم سنتی خود محلی، ادیانی که وجود داشته در ایران و داره، یک ترکیبی از ایناست این فرهنگ عمومی ما. و تو این فرهنگ آموزش امور جنسی خصوصا بین والد با بچه از نظر جنسیت مخالف مثل پدر و دختر یا مادر و پسر اصولا وجود نداره. خب تو این وسط چه اتفاقی میفته؟ مسائل زنان مطرح نمیشه، مسائل همجنسگرایی که اصلا تابوه، اصلا نباید مطرح بشه. این هم از اون ضعف‌های بسیار بزرگ در آموزش عمومی زیر دیپلم تو ایران هست. از دیگر مطالبی که اصلا در آموزش‌های ایران گفته نمیشه بحث حقوق بشر هست. اینکه تبعیض نباید باشد، رنگ پوست، نمیدونم نژاد، فرهنگ محلیت، زبانت، اصلا اینا در جایی نداره در آموزش عمومی ایران. من وارد این داستان نمیشم که آیا ایرانیا مثلا اهل نژاد پرستی هستن نیستن یا اصلا بحث قومیت، من اینا رو اصلا موضوع ما نیست. ما داریم میگیم آموزش حقوق بشر مبانی پایه‌ای که وجود داره. بچه من اینجا تو فرانسه از دوره راهنماییش اینا رو یاد گرفته. خودش از اینکه از بچگی با نژادهای مختلف، آدمای مختلف برخورد کردن، اما به شکل کلاسیک یاد گرفته. یعنی متخصصین نشستن گفتن آقا ما باید چی بنویسیم برای بچه 12 ساله، حالا چی بنویسیم برای بچه 16 ساله تو دبیرستان. ولی این در ایران وجود نداره. این هم از این. من قسمت مربوط به خود کتب درسی رو اینجا میبندم. یک تو اون حقوق بشر بحث آزادی بیان هم میشه اشاره کرد که حالا دیگه بماند. یک بعد دیگری هم در بحث آموزش عنوان محور اول صحبت ما مطرح هست که لازمه من اینو بگم، یعنی یکی دیگه از ایرادهای سیستم رو میخوام خدمتون بگم. ببینید شما یه نظام سیاسی دارین که اومده ارزش‌های دوره قبل، اون قسمتی است که بابک جان اشاره کرد در ابتدای صحبت، ارزش‌های دوره قبلی رو میذاره کنار، هر آنچه که بوده رو میذاره کنار. نمیدونم اینو شنیدین یا نه، ولی من مدرکش رو دیدم، در اینترنت موجوده که آمدن و اول انقلاب نامه زدن، نامه اعتراضی که آقا جان چرا حکومت شاه کامپیوتر خریده، متخصص خارجی آورده، پول ملت رو خرج کامپیوتر کرده، الان هم کلی پول و هزینه باید بکنیم که این برای نگهداری، تامین نگهداری اینا مصرف بکنیم و اینها دروازه ورود فرهنگ غربی است، اینها فرهنگ منحط غربی رو میاره و اسلام ما رو از بین میبره. یعنی تا این حد دوگماندیشی و تعصب روی عقاید و ترس از اون دنیای خارج. خب یه همچین سیستمی تا این حد با اون نظام قبل مخالف بوده، حالا اومده سیاست خارجی مبتنی بر آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی و همچنین مقابله با عربستان به عنوان قطب دیگر جهان اسلام داره، این سیاست هاش
باعث شده که تحریم بر مردم تحمیل بشه. کشور به عنوان یک جزیره جزامی در دنیا شناخته بشه. وقتی تو در مجامع بین المللی راه نداری، وقتی خودت به FATF نمیپیوندی، اقتصاد روشنی نداری، وقتی دائم دایره مبارزه با آمریکا و نابودی اسرائیل داری، نتیجهش همین میشه که ما در اون اعتبار پاسپورتمون میبینیم، در روابط خارجیمون میبینیم که با چه گونه کشورهای رابطه دارن و الی آخر. خب من نمیخوام برنامه خارج بشم، اینها رو بذارید کناره. فساد گسترده در سیستم، حکومت مافیایی، واقعا این اصطلاح فرقه تبهکار بسیار به جاست، و اینکه آقایان برای قرار گرفتن در قدرت حاضرن هر کاری بکنن. مجموعه این تحریم ها، فشارهای خارجی، مدیریت ناکارآمد و فساد داخلی باعث می شود که شما همواره در آموزش و پرورش این جمله را بشنوید: بودجه نداریم. این اتفاق در خیلی جا می افته، در خیلی جا، در ورزش هم می افته، در خیلی موارد دیگه می افته. اما من به عنوان کسی که حداقل خود من دبیر فیزیک بودم و به آزمایشگاه نیاز داشتم و در مناطق محروم تدریس کردم، در شهرهای کوچک تدریس کردم، بسیار بسیار من این مشکل رو باش برخورد کردم. هر زمانی ما درخواست میکردیم یا دبیر شیمی یا دبیر زیست‌شناسی جایی که آزمایشگاه میخواست، یا یه دبیری کتاب کمک درسی، وسیله کمک درسی میخواست، چه میدونم. نگاه نکنید، من الان عرض کردم 10 سال ایران نیستم، شاید تو این 10 سال مثلا استفاده از ابزار تکنولوژی مثل تبلت، مثل گوشی ها، اینا فراوان تر شده باشه. به ترتیب من در دهه 70 و 80 شمسی معادل با 90 و 2000 میلادی تدریس کردم، اما پایه و مشکل هنوز برقراره. ما همواره مشکل تأمین بودجه لازم برای آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی داشتیم، و این غیر از خطا و فول رژیم چیز دیگری نیست. من اینا همیشه گفتم که با تحریم ها بسیار موافقم، و اون کسی که تحریم میکنه مقصر نیست، مقصر فشار تحریم بر مردم هم رژیم است. و اینجا در بحث آموزش میگم مقصر این که ما در آموزش پرورش بودجه نداریم رژیم است، چون اصلا تحریم هم دلیل وجود نداره، چون ما دلیل نمیشود. چرا؟ به خاطر این که ما تو این 40 سال همیشه تحریم بودیم، ولی آقایون پول دارن جاهای دیگر که میدانید خرج کنند، ولی این پول خرج فرهنگ و آموزش نمیشود. از دیگر صدماتی که آموزش ما میخوره، فرهنگ به طور عمومی و آموزش عمومی ما به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه صدمه میخوره در یک نظام مبتنی بر حکومت فقهی شیعی، این است که تو این نظام ما تبادل فرهنگی با کشورها نداریم. یعنی گروه‌های رقص، موسیقی، جشنواره‌های سینمایی، نمایشگاه‌های مجسمه‌سازی و اینجور چیزها در کشور ما 40 سال تعطیله. میدونم ممکنه کسی بگه نه آقا جان، مثلا ما فلان کنش یا تبادل فرهنگی رو داریم، ولی شما اگر کشور ایران رو حتی همون در دوران دهه 50 پهلوی مقایسه کنید، میزان تبادل فرهنگیشو با دنیا با آنچه که در این 4 دهه بوده، به خوبی به عرایزه، به صحت عرایزه بنده پی میبرید. نتیجه اینا یعنی مشکلات بودجه‌ای، عدم تبادل فرهنگی با دنیا و فساد موجود و مدیران ناکارآمد، نتیجهش همانی میشود که عرض کردم: عدم دسترسی به ابزارهای آموزشی، مشکل دائمی در تأمین هزینه های وسایل آزمایشگاه و کتب کمک درسی و غیره. و حالا اینا نتیجهش این میشه که شما یک نظام آموزش و پرورشی داری، ما داریم آسیب شناسی میکنیم دیگه، باید بگیم که این ایرادا حالا نتیجهش چیه. شما یک نظام آموزش پرورشی داری مبتنی بر حفظیات، یعنی دانش آموز مینیمم کار رو انجام میده، میاد فقط درس رو میخونه، F مساوی با MA، این فرمول فیزیک، 2 + 2 = 4. معلم هم یه مطالبی رو ثابت تکراری میگه هر سال، بنابراین طرفین نیازی نمیبینن خودشونو بیارن بالا. بازم تاکید میکنم، چون توی این صحبت داره یکی دو بار گفته شده، لازم باشه بازم میگم، ما داریم جنبه عمومی رو میگیم، اینکه به طور خاص یک سری از همکاران شریف بنده تلاش میکنن و کارهای خاص ارائه میدن جای خود، اینکه سری دانش آموزایی هستن
در سطح جهانی میدرخشن، از دل همین مدارس مریم میرزاخانی اومده بیرون، اینا سر جاش. ولی من به عنوان کسی که 14 سال در مناطق ترکمن نشین، در روستا نشین درس دادم بین شیعه و سنی، چیزی که دیدم اینه. این جمله معروف رو فکر کنم همه شنیدن که میگه طرف از امتحان که اومده بیرون میگه الان اگر از همون رو بپرسی یادم نیست، چون فقط برای همون امتحانی رو حفظ کرده. درست شد؟ حالا تو چنین سیستمی نتیجهش این میشه که ملت میرن به سمت مدرک‌گرایی، که اون دیگه خودش میشه یه آسیب شناسی اجتماعی، که بریم مدرک‌گرایی، بعد دانشگاه، بعد دانشگاه میایم بیرون شغل بلد نیستیم، دست از پا دراستر، از خودکارم سنگینتر تو عمرمون بلند نکردیم، که دیگه اون خودش میشه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی که حالا بماند. من بحث مربوط به بررسی آموزش عمومی و کتب درسی در ایران و وسایل آموزشی رو با یک در واقع جمله، دو سه جمله پایانی جمع میکنم، میخوام جمع بندی کنم چیزی که تو این مورد گفتیم. اولا اینکه گفتیم سیستم ایدئولوژیکه، یعنی برای خود اون حاکمان آموزش وسیله است برای تثبیت ایدئولوژی، نه برای خود آموزش، نه برای رشد فکری. حاصلش این هست، یعنی تو میری مدرسه درس میخوری، تاریخ یاد میگیری، جغرافی یاد میگیری، زیست شناسی یاد میگیری، ولی برای حاکمان این نیست. این نکته اول. نکته دوم، ما عرض کردیم که بجز علوم محض که اجباری است، بر ترتیب تو باید قانون پلانک رو در فیزیک درس بدی، تو باید زیست شناسی اون چیزا رو درس بدی، ولی به غیر از این در اغلب دروس ما متاسفانه شاهد تحریف، غلط شدن واقعیت، تفسیرهای برعکس و بسیار نابجا هستیم. اون بخش آموزش دینی مستقیم هم که اصلا دیگه بماند، ما تو کانال بی خدایان دیگه نباید درباره آموزش دینی که یعنی فجایعش صحبت کنیم، من فکر کنم بنز کافی صحبت شده. خب بذار ببینم چیزی جا نمونده. بابا جان بگن من میکروفون دیگه بدم به شما. طبیعتا همین بود که عرض کردم که آخر این آموزش با این مشکلات آخرش میشود همین سیستم فشلی که وجود داره. حالا شما بهش بیا اضافه کن طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم بین ایران و عراق، خیلی خنده داره، خنده واقعا تلخ. دو تا کشور ما تو دنیا داریم که اکثریت شیعه دارن و این دوتا 8 سال با هم جنگیدن. پیدا کنید پرتغال فروش را، ببین کی نفت کی بوده این مثلا. و تو دوران جنگ مصیبت هایی وارد شد که من تو بخش دوم که بحث پرورش هست میخوام بهش بپردازم حتما، یا مثلا بروز کرونا در دوران فعلی. یعنی خود سیستمی که اون مشکلات رو داره اونقدر فشل و معیوب و هم از نظر تئوریک و هم در مقام عملی دچار مشکلات هست، حالا بیاد بخوره به یه همچین مسائل مقطعی مثل جنگ پیش بیاد، مثل کرونا پیش بیاد، مثل اینکه حالا در یه منطقه زلزله میاد یا مدارس تخریب میشه، یعنی این آموزش پرورش دیگه چقدر نحیف و ضعیف میشه. مرسی که توجه کردین، من صحبتم در محور اول تمام هست.